ادامه برنامه افتخار است و باز هم میزبان یکی از ورزشکاران رشته پرورش اندام هستم که ماشاءالله یک تن سالم و اندام فوق العاده ظریفی را ترتیب داده و در رقابت های زون شرق کابل که چند روز پیش برگزار شد توانست که عنوان قهرمانی را در وزن خودش به دست بیاره نورالله محمودی عضو تیم ملی پرورش اندام و قهرمان زون شرق کشور اینجا در استودیوی افتخار با خود دارم سلام محمودی صاحب وقت بخ بخیر اول خوب پیروزی تبریک باشه. باشه قهرمانی دوربینای ملی اسپورت شبکه ورزشی مردم افغانستان در اختیارتون است سلام بر شما سلام بر تمام هموطنان عزیز ما که ما را از پشت پرده تلویزیون تماشا میکنند بسیار خوش آمدی بیایم روی رقابت ها صحبت بکنیم رقابت هایی که در زون شرق کابل برگزار شد میان چند ورزشکار بود و چند روز این رقابت ها طول کشید خب میان نو ورزشکار بود دو وزن خودم 75 کیلو بسیار خوب که توانستم مقام اول دریافت کنم مدت دو روز شد که دوام پیدا کرد بسیار خوب در مجموع چقدر ورزشکار حضور پیدا کرده بود گفتین که دو وزن 75 کیلو بل. که خودتان مسابقه دادین نو نفر اشتراک کردند. در مجموع اگر یک معلومات کلی مجموع بکن... دیگه فیتنس و بخش جیم شاید 120 نفر بوده باشن بسیار خوب با تنو با مختص زون شرق کشور بله بسیار خوب شما تانستین که عنوان قهرمانی را به دست بیارین و بدون شک شما عضویت تیم ملی را از آن خود کردین بیاین روی رقابت هایی که قرار است در آینده ها برگزار بشه رقابت های بیرون مرزی آیا گزینه شدین اداره ورزش افغانستان در مورد رقابت های نزدیک پرورش اندام که ورزشکاران افغانستان در رشته که شما فعالیت دارین ایزان بشین یا خیر؟ خب فعلا ما در رشته اندام وزن 75 کیلو انتخاب شدیم دو بازبینی صورت گرفت به خاطر که مسابقات مالدیف بود در دو هم توانست تا مقام 75 کیلو انتخاب شوم ولی متاسفانه فعلا ما هزینه شخصی نداریم که پرداخت مصارف خود بتیم و دیگه امکان داره که ورزش پرورش اندام روان ما کنن یا نکنن ایش معلوم نیست بسیار خوب رقابت ها در کدام کشور برگزار میشه مالدیف است کشور مالدیف. بسیار خوب و چه زمانی برگزار میشه یعنی چه چقدر وقت باقی مونده که شما آمادگی بگیریم برای اون فعلا دیگه ما یک رژیم 100 درصد 6 ماه که ما داخل رژیم هستیم اب در روز مونده به مسابقات مالدیف. بسیار خوب و در مورد ویزا و این موارد صحبت شده ویزا برتون میگیرن شما ایزام میشین در کل در رشته پرورش اندام ورزشکاران افغانستان میرن به مالدیف آخر خب میرن از هزینه های شخصی خود باید برن چون دبودجه فعلا چیز نیست بسیار ولی ما هم انتخاب شدیم دیگه ببینید توکل به خدا باید از هزینه خود مصرف بکنین از جیب شخصی تا اینکه به او رقابت ها برین بله در این مورد با اداره ورزش صحبت کردین اده ای از ورزشکار ها توان ندارن ولی استعدادش دارن که برن و نمایندگی از افغانستان پرچمداری خوبی بکنن حالا کسایی که پول ندارن چگونه به او رقابت ها حضور پیدا کنن خو خب فعلا که نمیشه حضور پیدا کنن دیگه میتونن به تیم ملی رو ببرن که چون دبوجی دولت چیزی نیستن حمایت نمیشه ما حمایت نداریم از خود از بودجه شخصی خودم فعلا که چیز نیست در دست ما دیگه باید هم دولت همکاری کنه که ما پیشرفت خوب داشته باشیم بسیار تا حالا بر های بیرون مرزی حضور پیدا نکردید فعلا نه ولی فعلا انتخاب شدیم و از 75 کیلو دو بازبینی که صورت گرفته در دویش انتخاب شدیم بسیار و در موردی که شما در این سمان مشالله یک بدن بسیار مقبول هم آماده دادین چقدر وقت میشه که در رشته پرورش اندام مدت نو سال میشه که پرورش اندام و فتنس کار میکنم و مدت پنج سال میشه که ترینر کلاب هستم بعض کلاب های مختلف بسیار خوب و در مورد تغذیه که شما ایرش تر پیش میبرین صحبت بکنین یک ده از عزیزا هست که چقدر تلاش میکنن دو سال سه سال میرن ولی نتیجه نمیگیرن دلیلش چی از خب شما یک نقطه خوب اشاره کردین دوستای عزیز ما که به پرورش اندام روی میارن سربدل خود هر کار میکنن سربدل خود میان تمرین میکنن و برنامه غذایی از خود جور میکنن و بله. مربی خود مشوره نمیکنن اگر با مربی خود مشوره کنن خیلی یک نتیجه خوبه دریافت میکنن در مدت شش ما بهترین جان جور میشه بله و دلیلش این است که امو تقسیم اوقاتی که استاد برایشان مد نظر گرفته مطابق از او پیش بله یا سر بدل کاری که دلشان شده موجیم موجه شروع میکنن بله در بخش تغذیه به توجیه میکنن یا یعنی اینکه در بخش تمرین بله هر دیش به توجیه میکنن و در تمرین هم که مدرایان فکر میکنن دوستای ما که هر قدر بتونن ورزش کنن دو ساعت تا سه ساعت جان جور میکنن اما این نمیفهمن که بهترین چیزی که جان جور میشه برنامه غذایی جور میشه بله انشالله دیگه مورد صحبت میکنیم با خودت محمودی صاحب همکارا اشاره میکنند زحمت کشیده پرودیسر محترم رفته و سری زده به محل تمرین نورالله محمودی و یک بسته تصویری آماده کردن بریم با هم ببینیم که مح... نورلای محمودی چگونه و چه قسم به این جایگاه رسید و چگونه تمرینات سخت و نفذی را پشت سر در حضور شما علاقمندان و مخاطبان خوب ملی سپورت حضور داره تمرینات سخت و نفسگیر نورالله محمودی بود بدون شک هر کسی که میخواهد که به قله های موفقیت دست پیدا بکنه باید ابتدا سختی های شب بکشه و ما دیدیم که نورالله محمودی چه تمرینات سخت و نفسگیر و سقیلی را پشت سر میگذراند تا اینکه توانسته است حالا در زون شرق کابل در وزن 75 کیلوگرم بتونه عنوان قهرمانی را و دست بیاره که کاریز بسا مشکل واقعا در یک سون و در یک وزن مشخص گرفتن جایگاه واقعا کار ای بود که سرانجام توسط نورولای محمودی این مورد رقم خورد محمودی صاحب در مورد تمرین گفتین که حالا در یک باشگاه پرورش اندام مصروف تمرین دادن هستین با. از حال و هوا و شوق و جوانا ها ما بگو چطور است حضورشان پر است یا اینکه نسبت به گذشته ها کم رنگ شده نسبتا به وقت خیلی خوب تر شده وقت که بود یکم مردم شوق علاقه نداشت فعلاً خیلی شوق علاقه بیشتر شده به پرورش اندام بسیار خوب و دلیلش چی است که اکثریت جوانان دوست داره که رشته پرورش اندام و بخش تناسب اندام یا همو فتنس پیش ببره خب دلیل خاصی داره که همه مردم با شوق علاقه داره که بازو داشته باشه و اندام داشته باشه و بهترین جان داشته باشه دلیلش بوده میتونه بله و هر انسان در یک رشته چی شده مشخص شده برایش یک استعداد داره در که به او فعالیت میکنه خودت چه چی چیزی را پیدا کردی محمودی صاحب که سرانجام تشخیص داده باشی که خودت برای این پروش اندام ساخته شدی و میتونی که با تمرینات سخت و نفسگیر این گونه یک بدن زیبا را آماده بکنی خب من خیلی شوق و علاقه دارم که قلعه های بلند برسم و تپ و تلاش خیلی زیافتر میکنم هر چقدر تپ و تلاش کنی جایی میرسی انشاءالله بله و گفتین که تا بر رقابت های بیرون مرزی حضور پیدا نکردین به نظرتون چقدر حضور در رقابت های بیرون مرزی روی کیفیت و تمرینات یک ورزشکار تاثیرات مثبت میگذاره حالا که شما در زون شرق کابل تانستین عنوان قهرمانی را کسب بکنین آیا امکاناتش هست که بتونین بچونین نتیجه با در بیرون از کشور هم بتونید دست پیدا بکنید ان که خیلی تپ تلاش خودم میکنم که ما در این مسابقه که برگزار شده بود مقام اول دریافت کردم و فرداش پس از دست شوق و علاقه که زیاد شده بود برم صبح وقت پس رفتم در کلاب برای. تمرین شروع کردم و میفهمم که انشالله یک جای می رسم و آمادگی خیلی خاصی گرفتیم برای توکر بسیار خوب انشالله که برامایی که روی کاغذ داری بود دست پیدا بکنید دو دانه روی میز برنامه افتخارم را با دو مدال و نزدیک به چهار پنج دستی نامه و تقبلی نامه اینجا روی میز افتخار هست اگر صحبت بکنیم روی جام اولی که از کدام بازی هایی را کسب جام اولی که از وزن 75 70 کیلوگرم سال 1397 بود بشار. مقام اول از آن خود کرد جام دومی که است 1403 که دو جمعه پیش برگزار شده بود 22 سور او را از آن خود مقام اول بود که کرد بسیار خوب و در این رقابت ها کدام جام مد نظر نگرفته بودن؟ خب فعلا نمی از دیگه اون قسمت چپ نه خیر راست اولی بله بسیار خوب و مدال هم فکر کنم برای شما مدال هم از در نظر هست. گرفته این بلی. مدال از کدام بازی ها گرفتین مسابقات 70 70 کیلوگرم و سال 1397 که توانست مقام اول بگیرم او را گرفتیم بسیار خوب و یک مدال دیگه هم هست اونجا اگر روی صحبت بکنیم که از کدام بازی هایی را کسب کردیم ای هم از همین سال است و سال 1403 22 صفر که برگزار شده بود مقام اول دریافت کردیم. او را دریافت کردم و از آن خود کردم بسیار خوب امیر من عدافت در رقابت‌های چند پیش بود بسیار خوب و روی تصینومان صحبت بکو که این تصینومان را از کدام بازی ها کسب کردید امی مسابقه ای که برگزار شده بود 75 کیلو از آن خود کردیم بسیار خوب از این رقابت ها بله از امی رقابت ها چیزایی که در این رقابت ها به دست آوردیم از تقدیرنامه و مدال و جام اول داده سمه همه با گفته خارجی و رسند روی ازی صحبت بکنیم این تقدیر سال 1397 بود که برگزار شده بود و از 70 کیلوگرم که توانست مقام اول از آن خود کنم بسیار خوب انشالله که در بودهای زندگی رقم کامیاب و سرفراز باشه کدام گفتنی خاصی باشه دوربین شبکه ورزش مردم افغانستان در خدمت زنده و سلامت باشی تشکر از اینکه ما را دعوت کردید تشکر از همدانان عزیز که ما را تماشا کنند. گفتنی خاص ندارم پیام به تمام مردم و از عزیز خود دارم بس ورزش روی بیارن صحتمندی بهترین کار است بله یک پیام جامع و کامل از سوی نورالله محمودی قهرمان زون شرق پروشه اندام در وزن 75 کیلوگرم